اقبال حسین بنیانگذار اولین جی پی اس اسلامی است. موقعی که او بخواهد مسجد را در یکی از مناطق لندن پیدا کند، با چند کلیک در اپلیکیشن درش نشان داده می شود. حسین در سفرش به ترکیه با این مشکل روبرو شد و باعث شد که او اولین اپلیکیشن جی پی اس اسلامی را بسازد. وقتی به استانبول رفته بودم برای ادای نماز، جای می پالیدم. به خاطر که من در شهر تازه آمده بودم و جای را بلد نبودم. بسیار سخت بود. به خاطر که زبان هم بلد نبودم. وقت زیاد را گرفت تا مسجد پیدا کنم. به همین خاطر من هم این اپلیکیشن را برای کمک به مسلمانان ساختم. این جی پی ایس در نقاط مختلف و دشوار جهان قابل دسترس است. با فراستر مراسم ادای حج، حدود 50,000 کاربر از کشورهای بزرگ مسلمان همچون اندونزی این اپلیکیشن را نصب نمودند. در این اپلیکیشن مواقع ادای نماز، پیدا کردن مساجد، حتی در نقاط دشوار، مغازه و رستوران های حلال گنجانیده شده است. We get more high usage on during Friday because of Friday Jumma. ما روزهای جمعه بیشتر کاربر داریم، به خاطر که افراد برای ادای نماز جمعه به مساجد می روند. در ایام مراسم حج نیز کاربران زیاد داریم، به خاطر که در اپلیکیشن قسمت زیارت را هم داریم و جاهای تاریخی برای مسلمانان نیز مشخص شدند. جی پی اس اسلامی ماه نوامبر 2016 معرفی شد که از زمره اپلیکیشن های خاص برای بازارهای مسلمانان، ایام نماز، غذای حلال، لباس و ملاقات جوانان مسلمان و غیره می باشد. عارف فاروق، یکی از بنیانگذاران سازندگان مسلمان که یک جامعه تکنولوژی در لندن است، میگوید این اپلیکیشن همچون مذهب در جیب شماست. او استفاده تکنولوژی را در دنبال نمودن مناسک دینی مفید میداند. یکی از دلایلی که مسلمانان تکنولوژی را بیشتر استفاده می کنند به خاطر زندگی روزمره آنهاست که با مصروفیت ها بتوانند زندگی خود را به عنوان یک مسلمان نیز به پیش ببرند. جی پی اس اسلامی در کشورهای مختلف به شمول لبنان قابل دسترس است. اما حسین میگوید او میخواهد این اپلیکیشن را با گزینه واقعیت مجازی به زودی قابل دسترس بسازد. و به همین خاطر واقعیت مجازی نیز میتواند جاهای تاریخی را نشان بدهد. مثلا اگر شما بخواهید مسجدی را در مالزی از نزدیک ببینید، این کار با گزینه واقعیت مجازی امکان پذیر خواهد بود. جی پی اس اسلامی تا کنون دو جایزه مختلف را به عنوان بهترین اپلیکیشن برای مسلمانان برنده شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.